سنجاب به مردی التماس کرد تا به بچهش که در مضیقه بود کمک کند. نظرتان راجع به سنجاب ها چیست؟ من که هیچ وقت از تماشا کردنشان سیر نمی شوم. آنها به اطراف می دوند، با یکدیگر مسابقه می دهند و از یک درخت به درخت دیگر می پرند. دومشان را تکان می دهند و شاخه ها را به حرکت در می آورند. اما هیچ وقت اجازه نمی دهند که به آنها نزدیک شویم. به محض اینکه متوجه ما می شوند، پا به فرار می گذارند. داستانی که امروز تعریف می کنیم راجع به آنهاست. پس ادامه را با ما همراه باشید و لایک ویدئو را فراموش نکنید. سنجاب از یک مرد که داخل پارک بود تقاضا کرد که به بچهش کمک کند. بچه سنجاب به درد سر افتاده بود. ممکن است فکر کنید این داستان ساختگی است، اما اینطور نیست. اگر مدارک تصویری این صحنه را ندیده بودم، من هم نمی توانستم صحتش را باور کنم. میکائیل شخصیت اصلی این داستان موفق شد با گوشی خود چند عکس بگیرد. در ابتدا مرد نمی فهمید که چرا سنجاب اینقدر دور او می چرخد. مرد فکر کرد که شاید حیوان گرسنه است و درخواست غذا می کند، یا اینکه به آدم ها علاقه مند است. اما بعد از مدتی مشخص شد که سنجاب کمک می خواهد. بگذارید از اول شروع کنیم. مردی در یکی از پارک های نزدیک خانه‌اش قدم می زد که ناگهان سنجابی را دید که از یک درخت پایین آمد و به طرفش دوید. مرد تعجب کرد، چون می دانست که این حیوانات به مردم نزدیک نمی شوند و بسیار محتاطند. میکائیل تصمیم گرفت راهش را ادامه دهد، اما سنجاب آنقدر پریشان بود که مرد تصمیم گرفت بایستد و مشکل را بفهمد. انگار می‌خواست چیزی را به مرد بفهماند، اما نمی‌توانست این کار را انجام دهد. مرد از جایش تکان نخورد و منتظر ماند تا ببیند حیوان کوچک چه کار می‌کند. بالاخره سنجاب شهامت پیدا کرد که تا زانوهای میکائیل بپرد و بعد به سرعت از یک درخت بلوط که در آن نزدیکی بود بالا رفت. مرد بسیار کنجکاو بود، در نتیجه سنجاب را دنبال کرد. مشخص شد که یک بچه سنجاب کوچک زیر درخت قرار دارد. پایش آسیب دیده بود و نمی توانست تکان بخورد. یک گربه بزرگ هم در بین علف‌ها پنهان شده بود و آنها را تماشا می کرد. همانجا بود که میکائیل ماجرا را فهمید. حتما گربه به بچه سنجاب حمله کرده و پایش را زخمی کرده است. سنجاب مادر موفق شد در جنگ اول گربه را فراری دهد. اما اکنون نیاز به کمک داشت. گربه نمی‌خواست از آنجا برود و منتظر لحظه مناسب بود تا دوباره بهشان حمله کند. سنجاب می‌دانست که از پس گربه بر نمی‌آید. در نتیجه به دنبال کمک رفت. خیلی جالب است که حیوانات هم مثل ما هر کاری می‌کنند تا بچه‌هایشان را نجات دهند. حتی حیواناتی که انتظارشان را نداریم. سنجاب نشان داد که حیوان بسیار باهوشی است. چون با اینکه حرف نمی زد، اما همه چیز را می فهمید. میکائیل گربه را ترساند و او را فراری داد و با تیم نجات حیوانات تماس گرفت که بلافاصله به صحنه آمدند. آنها بچه سنجاب را معاینه کردند و هر دو سنجاب را به بخش امن تر پارک بردند. مرد بسیار خوشحال بود که توانست یک خانواده کوچک را نجات دهد. حالا هر بار که میکائیل به پارک می رود، به سنجاب ها نگاه می کند و فکر می کند که شاید یکی از آنها همان سنجاب کوچکی باشد که قبلا نجاتش داده است. ماجرای عجیب دیگری که باز هم راجع به این موجودات دوست داشتنی کوچک است، در آلمان اتفاق افتاد. مردی با پلیس تماس گرفت و گفت که یک سنجاب او را دنبال می کند. او نمی فهمید که سنجاب از او چه می خواهد. از آنجا که حیوان او را تعقیب می کرد و او نمی دانست که چه کار کند، درخواست کمک کرد. پلیس به خانه مرد آمد و سنجاب را پیدا کرد. اما وقتی به آنجا رسیدند، سنجاب خوابیده بود. به نظر می آمد که یک بچه سنجاب بسیار جوان بوده که مادرش را گم کرده است. کارشناسان می گویند بچه سنجاب های گم شده سعی می کنند جانشینی برای مادر خود پیدا کنند. به همین خاطر ممکن است حتی به یک انسان وابسته شوند.
ماموران پلیس بچه سنجاب را به مرکز نجات و مراقبت از حیوانات بردند و در آنجا اسمش را کارول فردریک گذاشتند. اداره پلیس آلمان این خبر را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد. حیوانات همیشه به شکل‌های مختلف غافلگیرمان می‌کنند. نه تنها تماشا کردنشان سرگرم کننده است، بلکه گاهی می‌توانند به ما درس هم بدهند. خب نظر شما چیست؟ با ما نیز شریک سازید.